مریم جان روی خط هستی. الو، آیا صدای ما رو داری؟ سلام خواهرم. درود بر شما مریم عزیز. درود بر شما، بفرم. درود بر شما و برادر رسول عزیز. خواستم تشکر بکنم از محبتاتون، از مسجد، از کلیسای خوبی که دارید. سپاسگزارم. من شهادت بدم که خواهش کنم که واقعا من از کلیسای بعد رسول خیلی معجزه دیدم. خدا شما دعاهاشون واقعا همیشه قوت قلب میده و واقعا من کارهای بزرگ و بزرگشون میبینم داخلی و خدا رو شکر میکنم برای غیرتی که برادر رسول داره. جلال برنامه است. جلال برنامه‌ش که مرد خداست، مرد با غیرت خداست، نبی خدا هست و واقعا رسول خداوند هست و در زودی زود در ایران در میدان آزادی همدیگر رو خواهیم دید. آمین. در نام عیسی مسیح ایمان داریم. ایمان داریم. من میخواستم برادر رسول اگر امکانش هست هم دعا بکنیم برای پادشاه، برای شاهزاده رضا پهلوی. آمین. حتما. و چون واقعا من نمیدونم، من اصلا نمیدونستم خانمش سرطان داشته یا چیزی، اینا فقط تقریبا دو سه هفته چند هفته پیش بود که به قلبم اومد و خودم هم شروع کردم به دعا کردن. آمین. حتی من به شما هم زنگ زدم و گفتم که برای خانوادهش و برای خود پسر شاه دعا کنید. بله. و نمیدونستم که برای چی که این تو قلب من انقدر افتاده. من میخوام به تمام بینندگان عزیز شما، نبوتی که خداوند به من داده جان و هدیه‌ای که خداوند به من داده. آمین. و خداوند رویایی رو به من نشون داد، رویایی رو به من نشون داد که واقعا تمام بدنم میلرزه، همین که هنوز یادم میفته. و خواستم به تمام ایمان دارم، من یک مسیحی هستم که به نبوتهایی که خداوند میده و چیزهایی که نشونم میده اعتقاد و ایمان دارم و میدونم که حقیقت، چون انقدر برای من چیزهایی که خداوند نشونم داده حقیقت داشته که واقعا ایمان دارم که از طرف خدا بوده و مال خدا بوده و مال خدا هست. فقط میخوام بهتون این چیز رو بگم که من اصلا من خداوند در رویا دیدم که یه نفر با اسب سفید وایستاده با تمام زره پوشیده مال قدیم، مال روم، با کلاخود، با یه دونه چوب دستیش، با یه دونه پرچم سفید و روشن بود، خیلی روشن بود، برق میزد تمام بدن اون زره که برای اون نفر بود و اون اسبش تمام زره پوشیده بود. و موقعی که من داشتم نگاه میکردم خداوند به من گفت این کنستانتین منه. من موقعی که کلاه خودش رو برداشت نگاه کردم دیدم پسر شاهه. و ایستاده بود. این رویا حدودا 6 سال پیش، 7 سال پیش به من داده شد. بله. و من انقدر خوشحال بودم که حد اندازه نداشت. ایستاده بود و خداوند تکرار میکرد، میگم این کنستانتین منه. و ما مسیحی‌ها، از تمام مسیحی‌هایی که دارن این تلویزیون رو نگاه میکنن و تمام کسایی که دارن برنامه ها رو نگاه میکنن، ما راه نجاتمون، خداوند راه های مختلف داره. آمین. و من اصلا کنستانتین رو نمیشناختم، نمیدونستم کیه. که بعدا از بچه های مسیحی پرسیدم، گفتم کنستانتین کیه؟ گفتم کنستانتین اولین پادشاهی بود که تمام دنیا رو مسیحی کرد. البته خیلی هم کامل نبود، ولی خداوند از اون نفر استفاده کرد. بله. و من ایمان دارم، اعتقاد دارم که خداوند از پسر شاه میخواد استفاده کنه برای تغییر نه تنها ایران بلکه جاهای دیگه. کلیساهاش بخونن، بسراین و تخت پادشاهیشو بذاره. ولی خداوند از انسانها استفاده میکنه. بله. و دعا کردن ما و حقیقت جویی ما و چیزی که خداوند به ما نشون میده در نبوتاش، و این تنها نبوت من نیست، خیلی ها این رویا رو دیدن ولی شاید نمیخوان این حرف رو بزنن، شاید نمیخوان بگن، شاید به قولم نمیخوان سیاسی باشن، ولی خدای ما سیاست عالم و آدم آفریده. بله، سیاست نیکو داشت. آفریده. آمین.
پس خداوند میخواد میتونه هر کاری که بخواد انجام بده. آمین. 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 حتما. پس بیاد خواهر مریم با هم یه دعا کنیم. سپاسگزارم مطالبی که فرمودشون. خطوط ما بسیار پر هستش. سپاسگزارم از این مهر و قلب خوب شما. آمین. قل لحظه چشماتون ببینید. همچنین هم وطنانه عزیز. خب خداوند میخواد که ما برای اون سرزمینی که به دنیا آمدیم در اندیشه باشیم، دعا بکنیم که خداوند به حکمتش عمل بکنه. آنچه که خواهرم میگه در رویا دیده رو به حضور خدا میداریم. بله ما قدر شناس هستیم نسبت به رضا شاه بزرگ، پدر بزرگ شاهزاده رضا پهلوی، پدرشون محمد رضا شاه فقید که خدمات بسیار نیکویی رو در کشور عزیزمون انجام دادم و بعد از اون بود که پدیده‌ای به نام نظام اسلامی که باعث آشوب و ضرر به تمام مردم ایران شد، حتی به کشورهای همسایه هم نیز شده و با تهدیدهایی که به کشورهای از جمله کشور اسرائیل میکنه، میبینیم که این افراد فقط در فکر و اندیشه این هستن که جنگ و جدل باشه، همون چیزی که 1400 سال پیش متاسفانه شروع کرد به تمام جهان از طرف اسلام. پس بیاید با همگی دعا کنیم. بله برای شاهزاده دعا میکنیم، برای شهبانو فرح دعا میکنیم و برای همسرشون دعا میکنیم که بهبودیشون رو به دست بیارن و ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش عمل خواهد کرد. لحظه لطفاً با دعای من متحد بشید. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، تو رو شکر میکنم برای وجود خودت پدر که پر از عشق و محبتی و انسان رو به شباهت خودت آفریدی. تو رو شکر میکنم برای خداوندمون عیسی مسیح که بهر گناهان بشریت روی زمین آمد و روی صلیب رفت و مرد و پس از 3 روز قیام کرد تا اینک ما ناامید نباشیم، تا هلاک نشیم، بلکه ما قیام کرده باشیم. تو رو شکر میکنم برای معلم حکیمی که روح مقدس تو، روح القدس عزیز هست که به ما داده شد تا در مسیر زندگی سالم قدم برداریم و آنچه که هدف مقدس خلقت تو بود قدم برداریم. تو رو شکر میکنم خداوند برای آنانی که تو بر سرزمین عزیزمون ایران همچون رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه پهلوی رو ای خداوند اجازه دادی باشن و این ملت و این کشور رو خدمت کنن. اینا که از تو میخوام خداوند مطابق فیضت شاهزاده رضا پهلوی رو به حضورت بیارم، همسرش رو ای خداوند، خانواده‌اش رو، شهبانو فرح رو تو برکت بده هر کجا که هستن. اگر اراده تو هست ای خدا در این مسیر مطابق فیضت از آنان استفاده کنه خدای قدوس، برای آبادانی کشور عزیزمون ایران، برای آزادی کشور عزیزمون ایران. و از تو میخوام در نام عیسی مسیح خداوند این دوران سر در است حکومت نظام اسلامی رو تو کوتاه کنی خداوند و تو باشی که خدا نظام اسلامی رو سرنگون میکنی و از فرزندانت استفاده کن برای خداوند در مسیر عدالت و انصاف قدم برداشتن و بتوانیم مفید باشیم در ایران آینده. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن خواهر مریم. سپاسگزار از این که با ما بودید. اگر مطلبی نیست شما رو دستان خداوند بسپاریم و به خطوط دیگه برسیم. ممنون که لطف کردید با ما تماس گرفتید. خدا نگهدار مریم. برادر رسول، ممنونم از دعاتون که انجام دادید. من اینو می‌خواستم بگم که نگن که این سلطنت طلب یا فلانه، نه، من یک مسیحی هستم. آمین. که ایمان دارم خداوند موقعی که یه چیز رو نشون میده و یه چیز رو به ما نشون بده یه قصدی داره، یه نیتی داره. آمین که داره. خدا رو شکر می‌کنم که من یک مسیحی هستم که هوادار و طرفدار بعد از اون چیزی که خود اون رویایی که خداوند به من داد، من هر شب برای پسر شاد دعا میکنم و خواهم کرد، برای کلیساها دعا میکنم، برای تخت پادشاهیش دعا میکنم و برای آینده بهتر ایران که این شیطانها و این نیروهای شیطانی واقعا توسط خداوند ما از روی ایران ما برداشته بشه. آمین. خدا رو شکر برای وجودت. مرسی. حتما مریم جان. مرسی. شما رو دستان مسیح میسپارم. خدا نگهدار عزیزم. سپاسگزارم. البته همه ما سلطنت طلب هستیم و پادشاه ما خداوندمون عیسی مسیح هستش. آمین. و هر کسی که اون مقیر کنه، چه شاهزاده رضا پهلوی و چه عزیز دیگه ای رو مقیر کنه بر سرزمین ایران عزیزمون خدمت کنه. فراموش نکنیم عزیزم، ایران انقدر توی یک جایگاه شرایط بدی قرار گرفته، هموطن عزیز، که خادمین باید بیان. از دلسوزی ایشون با خبر هستیم
اما خود ایشون هم میگن یه دست صدا نداره، باید بقیه همه در کنار ایشون باشن، همه در کنار هم باشیم، در اتحاد، در یک دلی اول از این نظام اسلامی عبور کنید و بعد برای آبادانی ایران نیز اندیشه کنید. عزیزانی که مایل هستید در آینده نزدیک که برای آبادانی دستی باشید نسبت به تخصصتون، رویاتون، عزیزان میتوانید به سایت ما pwoc.church pwoc.church لطفا برید اونجا اعلام عضویت بکنید. ما اعضا میپذیریم برای آبادانی ایران. عزیزانی که مایل هستید که فعالیت های سیاسی داشته باشید، مسیحی هستید اما نمیدونید کدوم سازمان، کدوم اپوزیشن، میتونید برید، ما در خدمت شما هستیم بدون اینکه بخوایم طرفداری از یک اپوزیشن و یا حزب سیاسی بکنیم. اما در این مسیر قدم برمیداریم به حکمت مطابق کلام خداوند. هرگز باور ما این نیست که نباید سیاسی فکر کنیم. ما سیاسی میخوایم فکر بکنیم و باید سیاسی فکر بکنیم. اونها که نمیخوان سیاسی فکر نکنن میتونن سیاسی فکر نکنن، ولی مواظب باشن تو امور زندگیشون هم سیاسی فکر نکنن، تو بیزینسشون هم سیاسی فکر نکنن. سیاست موضوعی نیستش که کسی بگه من میخوام فرار بکنم ازش. خیر، پس هوشیار باشیم، هر چیزی رو با آگاهی و دانایی بگیم، انجام بدیم. خداوند این برکت رو به ماها خواهد داد که در آینده ایران بتوانیم دستی خوب باشیم، نه برای اینکه حکومت داری بکنیم هرگز، اما باید دستی باشیم برای آبادانی کشور عزیزمون ایران. من هستم، سازمان پیشتازان صلح هستش، خادمین کنار من هستن. و با فیض خداوند این گونه هم نیست، فقط حرف نمیزنیم، اقداماتی رو انجام دادیم. شبانان، خادمین، اگر مایل هستید میتونن با من تماس بگیرن، در کنار هم دیگه بیستیم برای ایران. باید الان اندیشه کنیم، رژیم عوض شد، آخوندام میان میگن ما به فکر سرنگونی بودیم، پاسداران میان میگن، بسیجیان میان میگن. هوشیار باشید، اگر امروز بگید کار درستی کردید. ایمانداران عزیز، شبانان عزیز، خادمین عزیز، پس نمیتونیم رژیم که عوض شد اون موقع ما میایم میگیم نبوت شده بود که رژیم عوض میشه و منم فلان جا صحبت میکنم. خیر، یه مقدار هوشیار باشیم. دنیا داره ما رو میبینه و این گونه نخواهد بود که فردا در دولت سکولاریزمی این فضای داده بشه که فقط هر کسی همون موقع سخن میگه. بایستیم و وفادارانه دلسوزانه برای ایران و ایرانیان در کنار بشارت برای همه مردم، نه فقط برای یک قشری، این هوشیاری رو داشته باشیم.